در برلین آلمان بیش از 80,000 نفر برای حمایت از اعتراضات داخل ایران دست به تظاهرات زدند. ششمین هفته اعتراضات ایران در حالی آغاز شده که حمایت‌های بین‌المللی از اون افزایش پیدا کرده و دولت‌های غربی در حال کار روی بسته‌های تحریمی جدید هستند. این اعتراضی که امروز در برلین اتفاق افتاد، بزرگترین گردهمایی یا جمع شدن ایرانی‌های اروپا بود که همگی در برلین دور هم دیگه جمع شدند. البته در این بین کارزاری که با هدف اخراج دیپلمات‌های ایرانی از 7 قدرت برتر اقتصادی جهان را اندازه شده به امضای حدوداً 600,000 نفری رسیده. خبرگزاری فرانسه نوشت شمار حاضران در تظاهرات برلین به 80,000 نفر رسید. به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از سخنگوی پلیس آلمان، شمار تظاهرکنندگان ایرانی و غیر ایرانی حاضر در برلین به 80,000 نفر رسیده. البته این ماجرا با خودش جنجال‌های عجیبی به همراه داشته. بعد از این اتفاقات و تظاهرات در آلمان، صدا سیما صحبت عجیب غریبی کرد که همین صحبت صدا سیما باعث جنجال‌های زیادی توی فضای مجازی شد. این خبر از شبکه خبر پخش شد و در اون مجری به وضوح میگه که این اتفاقات و ماجراهایی که در برلین بود به خاطر اعتراض به گرونی سوخت بوده. با هم دیگه ویدیوشو ببینیم و بعد بیایم سراغ ادامه اتفاقات. آلمان امروز در اعتراض به گرانی سوخت تظاهرات کردند. همکنون ارتباط ما با آقای امیر شجاعی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در برلین برقرار. آقای شجاعی سلام، وقت بخیر. شهر برلین امروز هم محل برگزاری این تظاهرات بود. مطالبه اصلی تظاهرکنندگان که تعداد اونها در خبرها 10,000 نفر ذکر شده بود چیه و این گرانی سوخت چه تأثیری بر تورم این کشور داشته؟ آقای فکری سلام. تظاهرات در 6 شهر آلمان از جمله برلین، دوسلدورف، هانوفر، شتوتگارت، درستن و فرانکفورت برگزار شد. برگزارکنندگان که امروز در واقع در این تظاهرات بودن اتحادیه‌ها یکی دیگه از جنجالی ترین و بالترین تصاویری که از تظاهرات امروز برلین منتشر شد این تصویری که مردم رو مشاهده میکنید در این میدان جمع شدن و یک جورایی مثل شکل هواپیما به خودشون گرفتن و این تصویر به شدت وایرال شد و خیلی ها یاد هواپیمای اوکراینی افتادن. بعد از این ماجرا این تظاهرات هنوز ادامه داره و یه جورایی تا نزدیکی های شب هم وجود داشته. ویدیوی در این رابطه هست که با هم دیگه اون ویدیو رو مشاهده میکنیم. تظاهرات امروز برلین اتفاقات و حواشی دیگه هم داشت. یکی از اون اتفاقات جالب و قابل توجه این ماجرا این بود که علی کریمی از ماجرای امروز و تظاهرات امروز در برلین استوری گذاشت و از اون حمایت کرد. استوری علی کریمی رو روی صفحه دارید مشاهده میکنید. ویدیویی که علی کریمی توی استوریش گذاشت از لحظه که پیر مردی برای اتفاقاتی که در ایران در حال رخ دادن گریه میکنه. استوری که علی کریمی گذاشته رو با هم دیگه تماشا میکنیم. ماجرای بلک ریوارد و هک کردن سازمان انرژی اتمی ایران چیه؟ اتفاقی هم ما بین این ماجرا افتاد و بلک ریوارد کاری کرد که یک جورایی سازمان اتمی ایران رو مورد فشار قرار بده. اون با هک کردن و افشای اسنادی که فعلا مشخص نیست ماجرای این اسناد چیه، یک جورایی گفت که ما هک کردیم و کار خودمون رو انجام دادیم.
یکی دیگه از حواشی ماجرای امروز و اعتراضات در برلین این بود: مردم زمانی که در اتوبوس به سمت برلین در حال حرکت بودن عکسایی رو منتشر کردن و این عکس هم در نوبه خودش جالب بود و حساب این عکس رو سر صدا به پا کردن و اینم در نوبه خودش جنجال شد. البته پلیس آلمان اینجوری گفت: حضور بیش از 80 هزار نفر در تظاهرات برلین تا این لحظه. مثلا کوکتل تیوی که یک یوتیوبر معروفیه اینجوری با این استوری واکنش نشون داد به این قضیه و راجع به امروز برلین حرف زد. از اون طرف بهزاد لیتو که این چند وقت پیش حسابی از طرف مردم مورد هجوم قرار گرفته بود به خاطر کارهایی که کرده بود، با این استوری حمایتش رو از تظاهرات برلین نشون داد. البته علی بروکس هم که اونم یک یوتیوبره بازم این کار رو کرد و این عکسایی که دارید میبینید از استوری های ایشونه که راجب تظاهرات برلینه. حتی شاهین صمدپور که همگی میشناسیدش اکثرا و یک خبرنگاره، در رابطه با این اتفاق و آلمان همچین چیزی نوشت. سخنگوی پلیس آلمان در مصاحبه با خبرنگار مربوطه و مذکور مدعی شده در تجمع امروز ایرانیان در شهر برلین 80 هزار نفر حضور داشتن. او در ادامه افزود: پیشبینی ما این بود که 50 هزار نفر در این تجمع شرکت کنند، اما آمار تظاهر کنندگان به 80 هزار نفر رسید. البته میا پلیز هم با این عکس و این استوری از اتفاق امروز برلین حمایت کرده. مدیا آی سی ویروس که رفیق آریاکی اوکسر که یوتیوبرهای معروف هم هستن اینجوری از اتفاق امروز برلین حمایت کرد. یا حتی کوروش زرندوس که همه تو میشناسیدش با کلمه واو و گذاشتن استوری از برلین حمایت خودش رو نشون داد. جیدال هم چند تا استوری گذاشت که استوریاشو روی صفحه یکی یکی دارین میبینید. از اون طرف هم مدگل همچین چیزی نوشت و از این اتفاق در برلین حمایت کرد: تظاهرات برلین، از کل اروپا ایرانی ها کنار هم جمع شدن توی این شهر. و در استوری بعدی تیک تاک استار که اینجا نوشته یا کچی بیز اینجوری به این قضیه واکنش نشون داد. در استوری بعدی ترند فارسی واکنش نشون داد و حتی فرشاد سایلنس هم اینجوری یک جورایی حالا صحبت خودش رو نمایش داد. حتی سوگنگ هم با این دوتا عکس که دارید روی صفحه میبینید یک جورایی واکنشش رو به این قضیه نشون داد. آریاکی اوکسر هم با راجع به این قضیه اینجوری استوری گذاشت: ممنونم از شما که این ویدیو رو تماشا کردید و اتفاقات و اخبارهای دیگر رو از همین کانال دنبال کنید، اینجا رو سابسکرایب کنید. من موضوع راجع به یوتیوبر هست، ولی خب این روزا راجع به اخبار این اتفاقات تاخیر ایران صحبت میکنم. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.